ایشالا نوبت شما میشه. بفرمایید آقا، بفرمایید. آقا توپا جمع کن. بیست دقیقه دیگه زیرش. هشت شده لفه سوما رو بفرمایید. بفرمایید آقا، بفرمایید. آقا پرویز، پس گلم راحت بشه، یادت نمیره که؟ نه یادم نمیره، چشم، یه دونه انقدیشو میگیرم میارم در خونه میدم به مادرتون. بابا اندازش مهم نیست، ویبره داشته باشه. باشه چشم، امر دیگه ای ندارین؟ با تو نه. خیلی ممنون. بابا کی میگو؟ دیگه چی گفت یه موبایل بخر ببر بده در خونه به مادرم، فقط ویبره داشته باشه، مثل که مادرش گوشش سنگینه خواهد تکون میخوره ببینه. آره راستی گفتیم، ولی یادت نره بری اننم رو تبگیری برای ما خارک. باشه چشم، مگه میشه تو رو یادم بره؟ اصلا آدرس تو بنویسم، یعنی میرم در خونه قبل از اینکه برم خونه خودمون، میرم در خونه به مادر تو میگم. آبادان لین دو منزل ننه حسن. تموم. شهر آبادان؟ نه خیلی، قاره آبادان. قاره آبادان؟ آه هاو زهر مار. ها نداره که. خب یه تلفن بزن بهش بگو اصلا خارک بفرسته. بوگای تلفن داشتم خب تو نمیگفتم. خب تلفن ندارید، همینجا یه بسته خورما بگی بخور به نیت خارک، ما رو تو دردسر ننداز. با همیشه با این چی کار داری ولی؟ چیه بده به تلویزیونم رو ببرم پولشو دادم. فلاکس لیوان تو دادم به شهباز، وقت تلویزیون نمیذاری سرت نب ببینیم امشب. فلاکس لیوانم رو دادی به کی؟ اصلا دارم دنبالش میگردم. شهباز. آقا شهباز جونه بعدیش. اه بعدم داره عباس آقا. آره جونه، میری جلوی بستنی فروشی آقا سید. آسید آسید که میگم پونزشون دازر فوت کرده که. درسته درسته، ولی پسراش هستن. درسته، میری یا نسکا سفارش میدی زرد زفرونی به نیت کی؟ به نیت عمو. شما وقتی که مزهش رب زیر دندونت میگی عمو، برسه به روحت. من نوکرتم. بعدم داره؟ بعدم آره. بیا آقا بادون اینا بادرسه کنه. یا تو که با میری در خونه ما به خانومم میگی که اونو باید دومان اگه بالا رفتم پایین اومدن باید شیرباره بده. زیاد سخت نگی اما عباس، این چیزا دیگه ور افتاده، بس دو جوان برن دنبال زندگیشون. شعر داره میگی آقا بادر، من خودم اینجا لنگ پولم، مرد حسابی. تو هیچ میدونی اگه اون شیرباره بگیرن و بفرستن اینجا منم عین تو میبرم بیرون. پس تو دلت واسه دختره نسوخت؟ اتفاقا دلم واسه دختره خیلی میسوخت. بجون بابا مثل اینکه خوش گذشته. دلتون واسه کارتونای خیابون تنگ شده؟ سلامتی ستن. بی خیال ستن آقا. از سلامتی سکر عقبی بل کن این ستا رو. آقا راست بوده دیگه، بل کن این ستا رو. چیکار میکنی؟ چیکار میانمش بالا هره تو؟ گفتی خونت کجاست؟ آفریقا. کجا؟ افریقا، افریقای شمالی. مزه میپرونی؟ آقا مزه چی می‌ریزیم؟ بالای آرژانتین، افریقای شمالی. نترس، شوخ کردم بات. بس.
مزه نریز دستی بیار جلو. ببخشتم. این چی آقا مور میزنید؟ الان خیلی وقته دیگه جایی مور نمیزنن. الان سیستم قطعه ما مور میزنیم. ای بابا این سیستم. آقا اگه سیستم قطع نبود چه که ما برگشت نمیخورد الان ما رو نمیبرده بودن اینجا. همه شرط چی میکشیم از سیستم دیگه. سرباز ببرش. برو. بس شهباز شهبازا فامیلی زند گفتی جرمت چی بود؟ سوء تفاهم. کجا نگاه میکنی؟ هیچی نه میدم سوء تفاهم دیگه. آخه زد رو بردنم درست کنم، فاکتور همراهم نبرده بودم، این شد که به جرم سرقت گرفتنم. زد ماشین همسایه دیگه نه؟ آره نه نه مال همسایه بود، ولی خب در جریان بود همسایه. دست بیار. آقا چرا؟ ما که این واقعیت همه چیزو گفتیم. بیار جلو دست تو. بیار هیچی نیست. بیار جلو دست تو میگم. سرباز ایوه ایشون هم میتونم برم. آره خیلی مردی. اس بهادر فامیلی نقشبندان. نقشبندان بیا جلو بینم. فامیلی پس زمین پیشبند نداره که؟ نه. دست بیا جلو. دربست کرایه هم اینجا میگیریم. این زبط شد فابریکش رو برداشته، فکر میکنم بدزدن، نگرانش بودم. دربست خوبی؟ این آوی بریم خمی. وقتی میخوام ببرنتون تو، دو تا ماشین با 6 تا اسکورت میان با عزت و احترام میبرنتون تو، از این پایین تا اون بالا باد سلام علیک میکنن. اما وقتی میخوای بیای بیرون یه نفر میاد بگه آقا خسته نباشین، یه نفر میاد دوزا بذاره کف دستت بگه آقا تاکسی میخوای بگیری یا میخوای بری خونت. ببینی اصلاح که نشدیم هیچی، باید فکر ضبط مردم باشی. بعضیا مثل این آقا پرویز میگن شانس دارن، ماشین آخرین مدل میان دنبالشون، سلام دو تا معجون بهشون میدن، تمیز و بهداشتی برسن خونه. قوی خوبی آقا پرویز مخلصم. بفرمایید. ببخشید البته دو نفرت جا نمیشه. حرف نزن بشین تو ماشین بابا. دوستا من ببخشید مهندس ها یه خورده بددن. حرف نباشه بهت میگم بشین تو ماشین. ببین کاغذ رو نوشتی دادی دادی، ننوشتی رضایت رو پس میگیرم برمیگردی تو همه آدافتونی. دیگه برم نمیگردنم تو هلوفتین دیگه. ببین الان آزاد شد خورده، تا این پاک نشه که نمیتونم ببننم تو. من با این میتونم بیام بیرون، شما بیا بریم خونه ما یه چایی بخوریم اونجا. چکو بدم خدمت چکو بذار به کوزه آبشو بخور. من رسید میخوام، یه رسید محضری با امضا کنی مبلغ 20 میلیون تومان. اصلا باید بریم محضر. یه دقیقه بشین 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 بشین، من باید دوستان خدافیزی کنم. سویچشو بده. سویچ نداره. با چی روشن میشه؟ باز نمیشه. قفل کودکه. قفل کودک چیه؟ من زن میگرفتم بچه هم سن این بود. بیا خدافیزی. داداش ما که خدافیزی کردیم که. آره آره. کمک کمک. کجا کجا؟ ایست ایست میگیرم این پردیش بودت میکنم. یه بلایی سرش نهیده. به ما چه ربطه داره آقا شهباز؟ بایزه کجا؟ ترمینال پیاده؟ تا یه جای پیاده میرم بقیهشم خدا بزرگه. داداش یعنی من اینقدر جروزه ندارم تو شهرمون جلو رفیقامو بکشم. بیبرین موتور موتور هست. کجا میری؟ داداش خسته نباشین. 1500 پونک. داداش از غار زدی بیرون؟ چطور؟ چطور نداره؟ مرد حسابی الان با دو تومن تو گوشت نمیزنن. میخوای 1500 بری تو پونک؟ داداش 500 من بده، من همین الان دو تا میزنم تو گوشه. شهر نکن شهر نکن بابا. چقدر میبری داداش؟ چقدر میبری؟ 15 تومن داداش. چقدر؟ 15000 تومن. 15 تومن اوکی خوبه. 15 تومن اوکی. اوکی نه نه. آقا مانی آره دیگه. آله داداش
وظیفه شماست امنیت ما را تضمین کنی و ما باید الان کلوکاسکت داشته باشیم. عزیزم به کاپتانش ربطی نداره، به سرمهماندار رو باید میگفتی. اینطوریه؟ آره عزیز من، در ضمن که کمربندت هم محکم ببند، تا موقع ایست کامرا صندلی تو ترک نکن. دارم برات. همینجا باشه ایوان. آره همینجا پیاده میشم. دمت گرم. سلامت. باش سمت بازارم میری؟ سمت بازارم میری. خیلی خب بیا. من داشتیم 25 تومن با هر دو تا تریپ. هر دو تا تریپ چیه؟ یه این دوهاش هم میخواد بره سمت بازار با آقا بی برسونش بازار از اون ور برو. بازار چیه؟ من برم ترمینال. چرا دیگه میخوای بری دیگه؟ ما رو دروسی میکنیم با من. برو برو قلمو میخوای ببینی ببین که من اومدم تیز بریم. داش دمت گرم داداش میاد. دمت گرم داداش. آقا بفرما گلوت تازه کن تا داداش بیان. آقا دست در نکنه چه زحمت کشی. نمیخوری؟ چرا دیگه آوردی بخورم دیگه، دست در نکنه. اینا الان چنده؟ اینا واقعیتش همه قیمتی داره، ولی این اتومات لنگه همین از دمقس مایی 50 تومن. ایوه اتومات که میگن اینه. آره همینه. ایف من میترسم تو خیابونای شلوغ موتور سواری کنم دیگه. عادت میکنی؟ نه آخه غیر اتومات داشتم، اتوماتش نمیتونم. نه آقا 100 متر نشینی بری قلقش دستت میاد. حالا شما بشین امتحان بکن. واقعا برم؟ آره آقا بشین شما امتحان بری با 100 متر دستم میاد؟ قشنگ دستت میاد. ای بابا فقط نیست. نه بذار آقا آقا فقط چیز کن، شما یه کلا اضافه هم امرات بیار. حتما چش. با کلا دستم بیاد دیگه ببخشید. چش. باید سجا کنم آجا برو 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 آقا بگشی بریم فشی 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 باید سجا کنم کنم چی باید سجا بایستا باید سجا دیگه من به تو نمیگم باید سجا به جای سیف برسم. ببینم برای چی موتور مردم ها اشیا بردی؟ او بچه پر رو بود نهیده بخواست سوبله از ما پول بگیره. آقا من برم دنبال زنده. جون آقا بگیر، جون آقا یه دقیقه بشین. آقا بزن من برم کار دارم. یه چیزی میخوام نشون بدم موتور یادت بیره. یه دقیقه بشین جون من جون من جون من دمت گرم دمت گرم صفر بشین فقط. آقا بی حالا بهت میگم فرما. بفرما داخل. مادرم همیشه در با میذاره. یالا میگم اگه اجازه بدی من برم یه چند وقتی زن و بچه‌مو ندیدم. کجا بری بابا؟ بذار یه پول پله جور کنیم با خیال راحت بری دیگه آبرومند. بفرما. به به آقا شهباز. سلام آقا سیفی. چطوری؟ نیستی دو سه روز ندیدمه. عادت سو به دوست روزو من نایدی. من حداقل 4 5 ماه دارم مالزی کار میکنم. وقت دوست روزو من باقو مالزی بودم. مالزی. بله. با این وضعیت دلار. بله. حالا چطور بود؟ خوش گذشت؟ یعنی آقا سیفی هر کسی باید یه بار خارج بره. هر کاری دوست داشته باشی میکنی. بخو، بونشو، برو. ولی زود بیا. بال بال بازی کن. یه قول نقول به فاش بده. هیچ کی بود کاری نداره. هیچ کی. فقط شب زود بخوابی. این ایرادشه. خبر دارم، خاموشی میدن دیگه. تو اون کامی هم میگفت. آره، مگه کامی هم مالزی بوده؟ نمیدونم تو این زندون این بند بغلی چی میگن؟ تایلند، بنگلادش، مالزی. بچه پر رو مارم سیاه میکن. آقا سیفی، اینجوری هم نبوده. تیکه انداخت؟ معلوم نبود. چرا مردم تیز شدن دیگه؟ بفرما یالا بفرما ببخشید دیگه کلبه درویشی و حرفا دیگه میذاشتم میرفتم. آبه این رو مخی ها بیا دیگه یک تعارف میکنی. سلام مادر. علیکه سلام. الهی مادر به فدات بشه. چی شده؟ ای چی سر بعضی باز خود درست کردی؟ سلام علیکم. علیکه سلام مادر جون. مهمون داریم. قدمش رو تخم چشم مهمون خونه چی؟ بفهم بره مهمون سرا. مادر جون رفیقم ها. رفیقت باشه. مگه اون مرتیکه معتاد همیشه خمار رفیقت دم بود که دست کجی بهت یاد داد و انداخت تولفتونی.
همشون مثل همه. سگ زر برادر شغاله. با اجازه. ایرق باشسا. به سلامت. امیدوارم دیگه این برا پیداتون نشه. مادر اینجوریه رفیق ما رو بیرون میکنی. خیلی خب ما هم همراه رفیقمون رفتیم. ای وایسی ببینم کجا وایسی ببینم. وایسا دیگه همینجوری اولش غر میزنه بعد صدا میکنه. بعد بری. حیفت نیاد. خودتو خوب و تمیز بشور. لباس تمیزاتم آویزون کردم اینجا به قله. قبلی اگه کثیف نبود. کثیف نبود، نکبت بود. لباس شرکاتو تو حیات همه رو سوزوندم. خوب کار کردی مادر، خوب کار کردی. دست درد نکن. خوبه، نمیخواد بلبل زبونی کنی. زود بیا بیرون، کارت دارم. اگه خبری شده؟ هنوز نه. ولی چشت به رفیقای بی خودت بیفته، خبرا خود به خود شروع میشه. اون رفیقا رو من دمشون رو چیدم، دیگه این برای آفتابی نمیشم. دوم اونا رو چیدی؟ تو خودت دومتو از زیر دست و پا جمع کن. همه فتنه از گور خودت بلند میشه. همچین پسری مرحمت خداست مادر من. خوش به کوچه برسا دیگه بعد نمیگرده مگه اینکه گشنش بشه. شما که دیگه غریبه نیستی به اینجام رسونه. نمیدونیم واسه بزرگ کردنش چقدر خفت و بدبختی کشیدم. هر کاری که گفتم عیبی نداره. تو پیری و کوری میشه عصای دستم. حالا بفرما این پیری و کوری اینم شازده فریاد رس. آبرو به حسیت واسم نذاشته. اگه تو محل بفهمن که شهباز آزاد شده همه در و پیکراش نسه قفله میکنن. تازه دعواش با آقا جونش به کنار. اگه آقا جونش بفهمی که آزاد شده هر جفتمون از این خونه میدازه بیرون. میگم حالا تازه از زندان آزاد شده اجازه بدی دو سه روز استراحت کنه. خستگی زندان از تنش اومد بیرون. بعد باش بشینی صحبت کن. خسته نباشید. کدوم خستگی برادر من؟ آبخونک خوردم تو زندان خستگی داره؟ دیگه این حرفا جلوش نزنی ها. این همینجوریش هم پشت کار نداره. اگه این حرفا هم بشنوه دیگه باد بیشتر میخوره پشتش رو دنبال کار نمیره. هرچی من گفتم باید بگی چشم. چشم مادر جان چشم. هنون نایمده شما شروع کردی که بسر یک کم به حرف بزرگتر گوش بدی بد نیستا. گوش نمیدم؟ تو به حرف خدا و پیغمبر که میگن دزدی نکنید آقا وقت خوشی نداره گوش نمی کنید چه برسه به من. آقا خوش بریم زندان اونجا با اون همه سرزدار از اینجا ساکت داره. باشه آقا بشی مینم. مگه اینکه من مرده باشم که تو با دوباره به زندان برسه؟ والا خوب انقدر خواه خفیمون نکن جلو مردم دیگه. بذار دوزه به سر ورزمون برسیم بعد. اتفاقا جلو رفیقت میگم شاید تو خجالتی این مرد بمونی. ببین آقا شهباز تا حالا هر کاری کردی من بعد باید دور کارهای خلافه یه خط قرمز بکشی به دنبال یه کار آبرومند. کو سرمایه که برم دنبال کار؟ سرمایه میخوای؟ اون دست اون پا اونم من. اینم بناگوش اینم پاچه. این دست و پا رو بعدم برم نونوایی دوتا بربری بهم میدن. مادر دست و پای آتاد و باتاد که به درد نمیخوره. چطور به درد دزدی میخوره؟ تام وقتگری به ما جرم بچسبون. ببخشید نمیدونستم 6-7 ماه شما رو به جرم اینکه دزدی نکردید زندونیتون کرده بودن. مادر من قربونت برم الهی من پیش مرگ شما بشم. شما باید بری اون تو رو ببینی. ببینی چقدر آدم بی جرم جنایت به ناحق اون تو هن. نمونهش همین آقا بقیه خودمون. آقا شما چند وقت اون تو بودی؟ 11 ماه. به چه جرمی گرفتن؟ هنوز خودم هم نمیدونم. میواده چی میگه؟ میگه خودش هم خبر نداشته. یعنی واسهش پاپوش درست کردن. یعنی خودش نمیدونسته ولی اونا گیر خفن دارن که شما قاچاقچی. چرا؟ چون یه کامیون داشته میومده 150 کیلو مواد توش بوده. ایشون اتفاقی پشتش بوده. اومدن گفتن آقا این 150 کیلو مال شما. تونم گفتن نه. خودشون یه گرم انداختن تو ماشینش به جرم همون یه گرم گرفتن 5-6 ماه انداختن زندان. 5-6 ماه هم اضافه نگه داشتن که مغر بیاد اون 150 کیلو گردن بگیره تا ایشون گردن نگرفته. بعد از 11 ماه اومدن گفتن آقا بهی ما اشتباه کردیم شما رو اشتباه گرفتیم بفهم آزادی. حالا ایشون آزادی نمیخواست بره میخواست بره ترمینال من براش رشتم آوردم اینجا. همینجا الکی الکی آرام خودتی منو سیاه نکن پسر. این رفیق تا بی سر و پای از سر و روش میباره. با اجازه بشین. تام تا یه چیز بهت میگم بهت برمیخوره. هر چی که به این گفتم با تو هم بودم ها. دارم بهت میگم شما اگه به تو برمیخور که آره روزتون این نبود. آقا بلند شو بریم اون اتاق. بریم اون اتاق اینجا اون خورد میشه. بفرما ببخشید آقا چند وقتی اینجا نبودیم. اصلا نمیدونم مسئله کجا بودشتیم. اون هم دوهم
جابجا میکنه. آن راستی ببخشید سرجر مادرم، یه بعضی ما نه لقی نموشه، مادرم زندگی خوبی نداشت تا بابا اون بود، همش مرافع بود، خونه هم جنگ باشه بدبختیه دیگه. من از بابام یه ناصر نامی اومد شوهر رو منم اون شد، علیلی بود بس خودش، نه میمرد نه خوب میشد. ببخشید یه لحظه من اینجا تیشو جرابم الان کجاست؟ زیگیل بازی زیاد در آورد، زیگیل بازی زیاد در آورد ولی بالاخره مرد. مادرم همه زندگیمونو خرجش کرد، میگفت گناه داره. پیداش کردم، بعد از اون یه دایی داشتم اون خیلی به اون میرسید، اون طفلکم دریا پاش گرفت غرق شد. خلاصش کنم دیگه، مادر ما این مجسمه بدبختیه. ایا این هم عکساشه. کنم یکی عکس مادرت گرفتی ما رو؟ با اون مغازه هست که گفتم میخوام بزنمش. اون همه عکس برای چی گرفتی؟ کارای گنده رو نباید بیگدار به آب زد، باید برنامه ریخت. اینا رو کی گرفتی؟ قراره که گیر کنم. پس روش کار کردی؟ آره بابا، اونجا دائم بهش فکر میکردم، کار جدیده. الانم تا قبل از اینکه پشتم باد بخوره باید شروعش کنم. اینم اینجوری نگاه نکن، توش لب به لب عتیقه است، ببینی ماتت میبره. کار سختیه. آره سخته، ولی خب ما هم دست و پایی داریم تو این کارا. خب که چی؟ دیگه اگه یه همراه با صفایی مثل شما داشته باشم دیگه از سایه شروع میکنم دیگه. ببین آقا بهی، این مورد اصلا درزی نداره که مولاش بره. من فکر همه جاشو کردم، من یا یه کاری رو نمی کنم یا اینقدر بالا پایینش میکنم که خیالم از همه چی راحت بشه. این مغازه نمه دوزگیرش گرفته، تا قفلای درش عین کف دستم بلدم. فقط یه همراه میخوام که اگه شما باشین دیگه پشتم به کوه دیگه، خیالم راحته یه نفر از دور همه کارا رو داره. آقا بی من آقا نیستم. آقا بی جان به عمرم من کار خلاف نکردم. یه دقیقه وایسا، آقا بی جان چرا یه بلند میشه بزاری نکن جلو مادرم دیگه، اصلا نمیخواد شما قاطی ماجرا شی، همش با من. او از قدیم گفتن اگه این دوتا با هم باشه، نگفتن اگه همه اینا با هم باشه، که من شما اگه با هم باشه میتونیم دنیا رو بگیریم، کلی مایه توشه. اگه این سر بگیره من شما که چه افتاد پشتمون رو بستیم. 3-4 میلیارده بعدش هم مغز خر نخوردیم ادامه بدیم، که پولش هم میندازیم توی کار ترتمیز و بهداشتی. میترسم میفهمی؟ داداش منم میترسم. شما داری 200 میلیون تومان بندازیم توی کار ترتمیز؟ نه نداری. قربون دهنت، اگه منم داشتم از دیوار مردم که نمیرفتم بالا. من تا حالا از این کارا نکردم. خب با من، من اگه هیچ کاری از دستم بر نیاد برات انجام بدم میتونی؟ آقا ببین من میدونم که میتونی دیگه. اگه پای کسی وسط بیاد من نیستم، من نوکرتم، من قلم میکنم اون پایی که بخواد بیاد وسط ماچتم میکنم. بفهم تو یا الله بفهم. دوربینه اونش با من چجوری میخوای بزنی؟ میگم بهت. یه دونه
احمدم فروشه؟ نه داداش خوابونده چه خوب شو؟ چی بود با بلند میکردی؟ من خوب شدم؟ آره خوب هم موات خوب شده بفرمو بفرمو سلام علیکم بس رفیق گلم چه عجب فیلت یاد فقیر فقرا کرده خوش اومدی فیلمون کجا بود مخونه ما مقرایی غلامتم خوش اومدی از قنقش کجاست؟ قبرستون عجدی کجاست؟ قبرستون اونجا کار گرفته؟ قبرستون شد جا؟ بابا همین پیش پای شما مرد بردنش قبرستون مرد؟ آره ای بابا ای بابا چیزی نشده ای کار نقاشی داری اینجا این همه نقاش بابا خب برای اسخر ناراحتم دیر کن بابا اسخر فدا سر خودتو رفیقه اینجا پر نقاش هم همه شون هم کارشون از اون شادربان خیلی بهتره این همه نقاش هم؟ آره تازه کارشون دو روز توی پاساش تموم شده ای بابا پاساش نداره این من بابا این مغازه داروش تاناکورا هست سر سرا کمون دو تا تیغه کشیده وسطش بچه ها برای رشد محل بهش میگن پاساش شما هم بگو پاساش داداش دم شما گم شما هم بگو پاساش بچه ها ما به مغازه داروش تاناکورا چی میگیم؟ پاساش آفرین حالا دو تا چایی تمیز به احساسی رفقای ما بودو بسر آقا جونم بالا بیاد چی شد؟ هیچی من در واقع با اون دوستمون دو... صحبت کارنستی و نقاشی اون آقا دنبال یه نقاش میگردم آقا ما هستیم کارمونم صبح تموم شده دستمونم گرمه خیلی خب یه لحظه ازه میدین چش آقا این دوست ما دایی ما یه مغازه داره تفلک نمیخواد تعطیل کنه ضرر میکنه بعد شب تا صبح رنگش کنه یه شبه ما خودمون اصلا یه لحظه اجازه بدید آقا کارو کن اجازه بده دیگه بابا آقا مثلا خود شما رو من میخوام الان من هستم با دو تا شاگرد دو تا شاگرد هم شما آقا اصلا همتون رو فله‌ای میخوام بریم آقا آقا فله‌ای چیه ما هممون مارکین بسته بندی داریم خیلی خب دم دوستمون گرم که نمک ریخت امشب ساعت 10 به این آدرس باشید دیگه کدوم آدرس کدوم آدرس همه آدرسی که نه 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 بابا آدرس نه دیگه آدرس این آدره بچه رو نمیرم میرم یه روز بعد از ظهر آقا من فقط حواس رو دوشو رفتی دنبالشون صاحب سرشون بریم من مشکلی هم به شما بزنگ تو هم نرفتم تو بر نگرد دارمشون دارم میرم برو برو بشین برو بشین خیلی خوابی دارم میرم بازم تاکید میکنم حواست باشه تا نرفتن تو نبره میگردی ها وایس و مطمئن شو برن تو بعد برگرد باشه خیال تخت باشه خیال تخت باشه
یا نه؟ خیالت راحت باشه، رفت. اه، خب بگه. بچه ها رو تو راه انداختی فده افتر در من که انقدر بد ترمز کردی صدای آشوره این در اومد یه بابا بسر ما فکر کردیم خاصاج داریش تناکارا خیلی بزرگه، نگاه کن عمقا نگاه کن بابا، عمق چی همه شیشه است اینجا همه شیش متر دیوار آقا جون، بالاش این میزنه پایینش هم هم میزنم، برای ما دوتا بسته، شما دیگه خوش اومدی ولی پایینه این بزنه راحت تر آم یعنی چی؟ میگم شیش متر دیوار بیشتر نی به من و این میرسه، بره دنبال کار رو بگیرم. یواش یواش اینجا همش دیگه هست. جدا میخواییم اینجا رو رنگش کنیم؟ نه اینجا تمرینیه، بعدش میخواییم بریم کاخ نیاورا، مرده تو بقیره همینجا رو رنگ کنیم دیگه. خب بچه رو به اسایلا رو جمع نکردیم. آها به نکته ظریف و باریک در این حال درشت و وزینی اشاره کردیم، همونجور که مطلعین تریلی این خفاش میمونه، روزا ترددش قدغنه، شب تریلی میاد با اینا رو بار میزنیم میبینیم انبار، شما اینجا رنگ میکنید. آره تریلی تو روز به نور حساسه، شبا میاد بیرون. لباساتو پوشیدی؟ بله. سری بیا پایین، مواظب تخته هم باشه شکسته است، از اون بر بیا پایین. ای دایی اومد. سلام دایی. سلام. سلام. شهباز این اسب و اساسیه که هنوز اینجا بکی ویلونه. برای دایی تریلی برقولی کرد. بس که دوست داری رو اصلا من تاتیتاتی کنی نه؟ دایی جان میگم تریلی دیر کرد دیگه، یعنی تو این شهر درندش فقط همون یه دونه تریلیه؟ نه دایی اتفاقا فکر اینجاشو کرده بودم، به یکی بچه ها زنگ زدم کامیونشو قرض کردم قراره برم بگیرم. کامیون بخوره تو سرت این موقع شب، کجا میخوای کارگر پیدا کنی که اینا رو بار بزنن؟ ای بابا خب دایی کاری نداره، بچه ها هستن دیگه، یکی ثانیه بار میزنن تو کامیون. چی رو بچه ها هستن؟ من گیکس کمر دارم، این حرفای اینجا نمیتونم کار کنم. ای بابا من 2 سال تو آب راه رفتم هنوز خوب نشدم. چی داری میگی؟ مال من که الان 3 سال هنوز خوب نشده. چرت میگی آقا، من الان 4 سال اصلا زده به گردن، اصلا نمیتونم چه. من 5 سال همه درد داره آقا، نمیشه. خیلی خوب الان حساب اونایی که کمر درد ندارن بیاین نفر 50000 تومان پیش بدید. آقا وایسا میدونی چیه؟ همه 50000 رو به من بده، تمام کمرا با من. همش با شما؟ آره با من، همش با من. ببین خیلی خواهد اینجوریه که خوشو بردی؟ نه ولی کلا خوشم بود. خب حالا ببینم واسه اینو مشتری داری؟ من یه جا که نه، خورد خورد دیگه، یه ماهی طول میکشه آبا از آسیا بیفته بعد، ولی من مشتریشو دارم که یه جوابش کنی. کجاست؟ قبلا دور و بر کرمان بود، ولی خب جای ثابتی نداره، واسه بهش زنگ بزنم.
خب چرا تا حالا نگفته بودی؟ راستش فراموشش کرده بودن، یعنی اصلا فکر نمی کردم یه همچین آدمی یه روزی به دردم بخوره. بابا این آدم شاکلید ماجراست، من نمیدونم چرا انقدر خرسندی. خب کجا باید تحویلش بدیم، تهران یا اونجا؟ اگه بخوایم نقد معامله کنیم باز ببریم اونجا. خب میبریم اونجا. میبریم ولی یه خود سخت. سخت است، من صبح میذارم تو کرمون. باز این نقاشا رو چیکار کنیم؟ اینا هستن دیگه، کاری با ما ندارن. فکر میکنی ما بریم اینا میرن تو پارک میشینن بستنی میخورن؟ یه راست رفتن سراغ پلیس. خب پلیس هم جاده رو تحت نظر میگیره دیگه. حالا میگی چیکار کنیم؟ ببین اینا وقتی بار زدن تو را بیا فرو کرمون، فقط حواست باشه که تو جاده خوابت نگیره. عمره من خوابم بگیره. خوبه وقتی رسید کرمان اول شهر تو کمربندی سراغ گاراژ شهریار بگی. شهریار بعد اونجا که رفتی میگی ملوکو میخوا. ملوک مرده؟ آره دیگه، ملوک جوونه، یه کرکرش هم نصف پایینه. میگی که منو بهادر فرستاده. شهریار ملوک، شهریار میخوا. نشون به اون نشونی که انگشتر آبی خیلی قشنگه. انگشتر آبی خیلی قشنگه؟ آره خودش ترتیب کارا رو میده تا من برسم. انگشتر آبی تو کی میرسی؟ ماشین بنزین داره؟ فوله فوله. وقتی تو رسیدی خیالم تخت تخت شد، پشپندش جلدی را افتادم برم. آقا به این خیلی مردی عاشق. میخوای یه زنگ بهش بزنی؟ زنگم میزنم خیال تخت تخت. ایوه چکه اصلا میزون شدم، الان درست شده اصلا اما هنگ شدی. بچسبونید بغل ستونا، شیشه هم رنگی نشه. بیا تو هم همین کارو بکن، بچسبون بغل ستونا. شما چه اینجا وایس تلفن ستونا بدن تام برو. بیا اینو ببر شما بخور. گلا بجون بجون بجون، خیلی کار دارین، دیر شده. عمو نمیخواد تمیز کنی، الان با زهره رنگ میریزه، خودم تمیزش میکنم. تمیزه تمیز؟ تمیز. جانم راحت؟ راحت. جا انگوشت نمونه رو درا؟ نمونه. یه بوغی، یه چیزی بگو که من بفهمم با منی. خیلی خب بوغ. خب کمربندی از کنون بر بدن. آه این یعنی چی؟ مستقیم منظورته؟ آره دیگه مستقیم. خیلی خب مرتقا جیگر. جیگر کی بود؟ منم. جیگر تو بذارم باگت یا نون سفید؟ نون سفید ترش میکنم، بذار تو باگت. جیگر آقا تو باگت. ساعت آقا یه ساعت بدم. آداک با خبرته گاراژ شهریار کجا؟ بوخ چرا میزنی؟ آقا خب معذرت میخوام. سمت راست. خیلی خب دست در نکنه. ناراحت شدی؟ خوشت میاد بوغه؟ ناراحت شدی؟ ببخش.
عموش کن اگه نمیگم ایسا بله 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 سلام ملوک من ملوک نیستم نصرتم آقا شما خود شما سلام تا کلام ملوک ملوک نیستم منیرم خب چی کجاست الان آقا ملوک کجا وایسا تو برم صداش شما درد نکنه خیلی ممنون وایسا صداش کنه نه تیز منم من نگو برم صداش کنه بله بله ببخش اینا نوچه هاشن توزه خودش دیگه که بله بس صدا کن بچه ها رفتن صدا کنن کیا رفتن صداش کنن آقا ملوک رو میخواستم به بچه ها گفتم لطف کردن رفتن صدا کنن آقا ملوک منم آقا ملوک اصلی هر رفتن صدا کنن اصل و فرعش منم بله بله خوب هستی آقا ملوک من شهبازم آقا بهادر من رو فرستاده خب آقا بهادر دیگه نمیشناسمش چیزه گفتش که نشون به اون نشون که انگشتر آبی خیلی قشنگه آره حالا چطوره من مخلص آقا بهادر رفیقاشم هستم میرم اشت اشت بلنشی بیاد بچه ها بلنشی بیاد من نوکرتم قربونه درم قابل نیستی افتخار اسم چی بود؟ شهباز افتخار آقا شهباز بزن که ببارد تمام بزن بیاد آقا قابل نیستی بناشم همین که گرد و خواهی که تو بالا کلمات تکوندی قدم رو چشا چاله بگذاشتی سلامت باشی آقا در وست آقا شهباز بخونو شنه رو شهر بیا بزن بازم میرم بازم چی شد بابایی چی شد میرم بله آقا بهی آقا بهادر هم مالزی داداش تو کی بودی من نمیدونستم کف کردم اصلا انقدر که من تحویل گرفتم کف کردم به جوری تو دهن منم باقی مونده من نوکم تو کی میرسی من تا تو سرده میرسم ببین ولی تو نباز تو گاراژ بمونی اونجا امنیت نداره خطر اه از بلوط آدرس اردشی رو بگیر میری پیش اردشی اردشی وقتی هم رسید اونجا نشون به اون نشون که هر کبریتی خطرناک نیست هر کبریتی خطرناک نیست اردشی ها ببین بجز بلوک هم کسی نباید بفهمه باشه 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 حواسم هست هر کبریتی خطرناک نیست یادت مون باشه باشه میبینمت میبینمت خدافظ خدافظ آقا ملوک آقا ملوک بخش یه لحظه ببخشید آقا بهادر گفتش که آدرس اردشی رو به من بدین اردشی؟ بله مطمئنی؟ آره دیگه خودش گفت میرم نه نگفت کسی نفهمه آقا تو چی کار داری میرم از خودمونه میرم و یه رکاتیش کن بچه این کامیون رو برشته بیاری پاکش کنی ببخشید آقا الو آره اون قضیه حل شد تا یه ساعت و نیم دیگه میام اون بالا بیا بیا اونجا همون آدرسی که دادی همین داره آها آدرس آدرس رسیدیم بس اینو بس سر بس دمت گرم بس در در یه عدشی خان حسن نشید من آقا بهادر فرستاده کی؟ آقا بهادر نمیشناسم گفت نشون به اون نشونی که هر کبریتی بی خطر نیست کی
کبریت چی؟ بی خطر نیست. چیکار می‌کنی داداش؟ اگه نگاه که بعد شکار داری. دکتر، من از اون باهم حرف بزنم. درخ با هم حرف بزنم. چطور حرف می‌زنم با تو من؟ درخ کمک، کمک. ای کسی هم بیاد کمک ما، بیاد کمک ما. درخت اگه حتی بره توی قبل و توی قبل درش میارم و تلوشی در میارم من فکر میکنم رفتی به من نداشته باشی دوازی کنید شما مردی که هر کس که میگه رفیق بهادری یعنی دشمن منه هره بهش بگو نشون به این نشون که هر کبریتی خطرناکه خب من ده تا مثل تو رو حیف که دست سوالم الان بسته است میخوای نفرها رو جمع کنیم بریم دنبالشان؟ نه بریم دعوا کنیم ها؟ نه بخوای با پلیس زنگ بزنم؟ نه نه دست در نکنه شما به کارتون برید باشه بریم با کار مون برسیم آقا آبو بگیر آبو بگیر آقا دست در آقا آبو آقا دستون در نکنه دستون در نکنه حالت چطوره پسر خوب؟ آقا به این رفیقت کی بود؟ چطور؟ همه اردشیره یه جوری نسخه ما رو پیشید من دارم میمیرم حقته دیگه فیلم بازی کردم بسه فکر کردی با حالو طرفی؟ اگه من قبول کردم که با تو یه لقب رو کار کنم فقط به خاطر این بود که رو تو کم کنم آخه بچه من وقتی پامو گذاشتم تو خونتون و مادر قلابه تو دیدم فهمیدم یه ریگی تای کفشته برای دیگه فکر نمی کردم که پلیس باشی پلیس؟ شوخی داری میکنی؟ بلایی که سرت آوردم فکر نمی کنم که آدم شوخی به نظر بیام چون وقتی تا صبح دم عتیق فروشی وایسادم پلیس اومد و رفت نگفت خرید به چند منه فهمیدم یه کاسه ای زیر نیم کاسه حداقل کاشکی راجع به وضع بابات با اون ننه قلابیت حرفاتو یه کاسه میکردی نه اینکه اون بگه اگه باباش بفهمه علم میکنه بل میکنه بعد تو بگی بابام 70 کفن پوسونده اون منظورش آقا جونم بوده منظورش بابام نبوده بیخودی همه چی باهم قاطی میکنی راستی از حاج خانم اینا چه خبر از اونجا بلند شدن حاج خانم کیه یه سر رفتن در خونه مامان جونت اینا یه یارو عملیه اومد دم در گفت اینجا رو دو روزه اجاره کرده بودن آقا به چی داری واسه خودت بلغور میکنی؟ من تو با هم همبند بودیم فیلم زیاد میبینی جوجه پلیس اگه قرار بود راجع به این چیزا من دملا تله بدم که تا حالا 70 کفن پوسونده بودم الو آقا بی الو آقا بی با مشترک مورد نظر امکان پذیر نیست
دارم برات، دارم برات آقا بهادر. خدا بی خبر به زور اومدن دستمون بستن انداختنم این تو. یک گوشمند من بردن. کیا بودن؟ نمیشناختم اونشون، تا وال ندیده بودم اینچو. داشتم میرفتم میدون، به زور اومدن دستمون بستن چپوندنم این تو. گوشمند همی چی کار کردن؟ وای 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 گوشمند هست سالمان پدر جون. شما یه لحظه بسید، خیلی خوب خیلی خوب، یه لحظه اجازه بدین. چاکستان چند؟ الو؟ الو پلیس صدا ده؟ آقا شما کجایه؟ ببخشید من فقط 5 دقیقه از اون کس دستو گرفتم برسم خدمتتون. همشون رفتن، کسی دیگه نیست. هیچی از این مظنونین اینجا نیست؟ کیا؟ اعضای باندی که باند چی؟ باند فرودگاه جمس هم شما رو گرفتیم. شما زن سروان حیدر منم. چرا قرار بشه پلیس بشه؟ 20 سال پیش باید بازنشست بشه. سلام خدا چه خبر اینا چی هست؟ سروان میخواد بگم بیسیم بزنه؟ نه نه، کاری واجب تر داریم. من در خدمت هم. اون ماشین از صاحبت را گفته سمت تهران، ما هم دنبالش بریم. چطور با خودشون نبردنش؟ نمیدونم. ماشین وسایلش هر دو سالمه. فکر کنم توی ماجرا فقط مثلا روی منو کم کنن. بعید میدونم فقط ماجرا رو کم کنی باشه. آره فقط این نیست. مطمئنم تو تهران سرشون به کار گنده تر گرده. جام سروان این بد زدن. من میخوام بگم نه نتیجه نیست. الان چی دستور میدی پس؟ الان دستور اینه که اون کامیون سمت تهران را بیفته، ما هم پشت سرش بریم. چشم بابا.
خبر نده چی شده؟ آزاد سلام علی. سلام از رسول. خانم شما تو خونه هم اینجوری با بچه هاتون رفتار میکنین؟ میخوایی بگین همش تقصیر من بوده؟ خانم عوض این همه توپ و تشر، این همه اخم و تخم، یه دو زال به من لبخند میزدید اون بنده خدا شک نمیکرد. من تمام سعیمو کردم که طرف شک نکنه. شما یه کمی توقعتون از من زیاده قربان. من پلیسم و نه هنر پیشه. سرنگ هست؟ بله منتظرتون. شما بفرمایید. هیچ طرف تو دست خورده یه کلا رفته سرش تا اینجا، حالا همه تقصیر رو میخواد بندازه گردن من. یکی نیست بهش بگه بابا خودت شک انداخته تو دل این نرفته هموم یه هم جلو روم بایستاده خود تو رفت که خر نیست که میفهمی که این واسه اینکه لو نره از تو همون زده بیرون. حالا نزدیک بازنشستگی من ببینو چی کار داره میکنم. یه نسخه از این گزارش باید بفرستی برای بقیه دایره‌ای که با این پرونده درگیرن. این دفعه باید موفق بشی. اونو فقط من سلام نمیدارم کسی دیگه در جریان قرار بگیره. در واقع میترسم. سلام جان. بچین ترکما. به به، چرا سلام هیدر؟ آقا بفرمایید، خواهش می‌کنم، بفرمایید. خوب هستین؟ آقا ما که نقشمون رو خوب بازی کردیم، راضی بودی؟ شما که عالی بودی. بهترین نقش مکمل رو می‌گیرین. دست شما درد نکنه. سروایی در مال زندان چطور بود؟ جای شما خالی. دوستان به جای ما. انشالله قسمت شما هم بشه چند وقت واسه ماموریت بری اون تو بیای بیرون حس کنی که وقت رو تلف کردی. البته هنوزم معلوم نیست که تلف کرده باشی. چطور مگه؟ هنوز تموم نشده. بقیه دایره که با این پرونده درگیرن چشم امیدشون به این عملیاته. تنها سرنخمون هم بهادره. اون هم که گم و گور شد. نه گم و گور نشده. همین دوره براست. یعنی میخواست فقط حال شما رو بگیره؟ نه قضیه حالگیری نبوده. یه نقشه ای داشته. با این طرحت موافقم. اما فقط یه هفته فرصت داری که این پرونده رو برای همیشه ببندی. ببخشید جناب سرنگ، شما نقشه جدیدی دارین؟ سربان هیدر. آهای شهباز علی. من ماندم تنهای تنها عزیزم، من ماندم تنها میون لات و لوتا عزیزم، لات و لوتا. الو سلام، ترکمانم، ببخشید بد موقع مزاحم شدم. نه خواهش میکنم، بگو بگو. قربان، چند دقیقه پیش خبر دادن که عتیقه فروشی مورد سرقت قرار گرفته.
کدوم عتیق فروشی؟ همون عتیق فروشی که امروز وسایلشو بردیم پس دادیم. مگه میشه؟ ما الان تو مسیر موقعیت مورد نظریم. شما میای؟ خیلی خوب. خیلی خوب. الان خودمو میرسونم، الان خودمو میرسونم. لازم میفهمید متاسفانه مورد سرقت قرار گرفت. یعنی شما اینجا نبودین؟ قربون یه تصادف سوری رو انداخته بودن. گزارشو برام بنویس. چش. سلام جان سرهنگ. سلام سرهنگ تو رای من سروان. حالا تا سرهنگ برسه واسه شما بگم. در خدمت. من 2,000,000 تومان گرفتم دو روز اینجا رو بزنم قرار بود اینجوری بشه. من عذرخواهی می‌کنم. ببخشید. سلام. خسته نباشید. شما اجازه بدین آقا. آرامش رو نفس کنید، نگران نباشید، ما داریم پیگیری میکنیم. اجازه بدین شما بفرمایید. چیزی از قلم نیفته، این کارتون این بریه رو همه اینا رو. خسته نباش. سلام، شب بخیر. مورد خیلی مشکوکه، همه جا رو به هم ریختن و ظاهرا چیزی نبردن. این چیه؟ مواد سفید. مواد؟ من از ساده رفتم اونجا باندشون شناسایی کنم، شدم وسیله جابجایی مواد به تهران. یعنی چی؟ اونجا بهادر من فرستاد پی نخودسیا، رفقاش وقت کردن مواد جاسازی کردن تو کامیون، منم آوردم. حداقل 60-70 کیلو. خسته نباشی، واقعا زحمت کشیدی. منظورم این که الان باید چیکار کنیم؟ تکلیف چیه الان؟ منم بی وجدان رو به هر قیمتی شده گیر می‌ندازم. سلام جناب سرهنگ. سلام جناب سرهنگ. قربان سلام. چی شده سروان؟ چی شده جناب سرهنگ؟ بندم همین الان رسیدم. اجازه بدید بپرسم، گزارششو میارم دفتره. ببخشید جسارت نباشه، ما همسایه طبقه بالاییم، گفتیم از بالا سوراخ نکرده باشن اومده باشن پای هفته، ما چیزی اس نکردیم. بفرمایید آقا. بفرمایید جناب. خب. خب مثل اینکه یه دعوای سوری رو انداختن. مگه نگفتی همه چی هماهنگه؟ بله قربان، همه چی هماهنگه. جناب سروان. جناب سرهنگ هستن. فرق سروان و سرهنگو که میدونم ایشون سه تا از اون نداره. آخه آقا جناب اینجا رو دو روز از ما اجاره کردن 2,000,000 تومان، قرار بوده هیچ خسارتی که نزنن هیچی، اینجا رو نقاشی هم گزارششو برام مکتوب کن. بله گزارش مکتوب کن. مکتوب چرا جناب سرهنگ؟ بگید شفاهی گزارش بده. شفاهی خدمت شما گزارش من. ببخشید جناب سرهنگ، تشریف بیارین، تشریف بیارین. قربان لطفاً. ببخشید. متهم تحت نظر فردی با هویت بهادر نقشبندان 50 سال سن با مقداری مواد سفید اقدام به قانون نشانه به نام داده شده بازداشت و مراتب به اطلاع ستاد موبایل رو گندمی 50 سال سن و مراتب به اطلاع ستاد برسن. بفرمایید چه کاری کرد؟ درستم رو سایدی خبر عجیب دیدم. چی؟ دیروز این نفر که مشخصاتش عینا با متهم مطابقت میکنه راست ساعت 1720 دستگیر شده. بهادر؟ بله بابا. به چه جرمی؟ نزاع خیابونی. به اسم مشخصات که خودشه. سواشو در بیار. امکان نداره. خودشه؟ آره خودشه. حالا اون باوشتر از این حرف هست که به خاطر یک دعوای خیابونی خوش گیر بنزه با این همه مواد. شاید دوباره نقشه ای داره. نمیدونم، نمیفهمم. شاید کسی اسمشو جعل کرده باشه. بهتر نیست برین سراغش. کدوم زنده؟
هم دادگاه نرفته بازداشت. عزیز محبت کنید اینجا پارک نکنید. بله از شما. میتونم باش تنها باشم؟ بله رئیس گفته در اختیار شماست. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. بابا این چه شعری شما داریم؟ آدم توش احساس تنهایی میکنه، نه کسی حرف میزنه نه کسی میخنده، شخم و تخم و دعوا. دعوام که میشه کاری از دستت بر نمیاد، نمیتونی ولشون کنی بری، نمیتونی بری سواشون کنی. آقا بری جلو چی بگی؟ آقا بده، آقا زشته، آقا عیبه، آقا دعوا مال حیواناته. نه هیچ کدومش جواب نمیده. وقتی هم که جواب نده دلتنگی میاد سراغه. چرا؟ چون یه کار کوچولو هم از دست بر نمیاد. راستی تو چی؟ وقتی توی یه ماجرای یه کار کوچولو هم از دستت بر نیاد چه حسی داری؟ تنهایی میاد سراغه؟ من تنهایی برام معنی ندارم. هی بلا، پس درست حد زدم. تو از اون آدم های سمجی هستی که اگر هزار بارم اشتباه کنی باز تنهایی نمیاد سراغه. ببین من کار دارم، نه نیومدم اینجا که اشتباهم باز بشه. پس حاشیه نرم. چقدر مواد جابجا کردی؟ بازم همون انگ همیشگی. کدوم مواد؟ مثل که مخمصه که توش گیر کردی هیچ تأثیری رو نذاشته. کدوم مخمصه؟ حمله مواد. مدرکی هم برای این حرفت داری؟ به اونم میرسیم. قبلش تا اون مواد کوفت که از دست رفقات بیرون نرفته یه لیست از اسامیشون میخوام. اول شفایی، بعدش هم یه ریر کاغذ. یه مرد هیچ وقت به رفقاش خیانت نمیکنه. صرفا جهت اطلاع باید خدمتتون عرض کنم که من به دشمنم هم خیانت نمیکنم که بیفته تو چنگ تو. خب این خیلی خوبه. پس قبول داری که ببین من نه آدم فروشم نه چیزی، ولی اگر یه روزی خواستم کسی رو لو بدم یا بفروشم ترجیح میدم به یه پلیس بگم، نه تو جوجه پلیس. یه کاری نکن یه جور دیگه باهات رفتار بشه. چرا یه جور دیگه رفتار بشه؟ چون به جوابت نرسیدی میخوای زورتو برو خواهن بکشی؟ نه، ولی تو هم فکر نکن که سلام میذارم رو شونات و زارزار گریه میکنم میگم به من اطلاعات بده. مجبوری که این کار بکنی. من هیچی ندارم که بگم. بهادر من دارم یه فرصت به تو میدم که خودت خلاص کنی. من جرمی نکردم، یه دعوا خیابونیه که خود به خود بعد چه روز خلاصم. پس میمونت سر من نذار. خب به نظرم بعدی تغییر تو برنامه بده، یه کاری برای خودت جور کن تو زندان برای اینکه سرگرم بشی، چون به عنوان متهم اصلی پرونده قاچاق حالا حالا تشریف داری. ببین آقا رضای شهباز نما، من نباز تو اون اشتباهی تو رو بدم. من نه دزدی کردم نه قاچاق. فکر نمی کنم مدرکی علیه من داشته باشی. پس بی خودی من قاطی این بازی ها نکن. من باز برم زن و بچه هم ببینم. الان 11 ماست که صداشون هم نشنیدم. آقا بهادر تو این پرونده و تو این شرایط تو تنها سرنخ من هستی. پس باید خیلی کم حق باشم که ولت کنم بری. اینقدر من حالو فرض نکن. من از روز اول که اومدم زندان میدونستم زن و بچه تو مرز ترکیه مردن. بس نخوا که احساسات من تحریک کنی. فقط دهنتو وا کن.
کسایی که میان تو اداره پلیس همه اندازه و همه شکلی توشون پیدا میشه، ولی وقتی به پست من میخورن همشون یه اندازه میشن، کوچیک، کتک خورده و کوچیک. پس واسه من گردن کلفتی نکن، نه چیزی میدونم نه میخوام که بدونم، بی خودی خودتم خسته نکن. اگه به قیمت جونم هم تموم شه نمیذارم که سر در بری. سلام سرهنگ. سلام سروان، چه خبر؟ خودش قربان. پس خیلی مراقب باش، اگه این دفعه هم نقشت به مشکل بخوره حسابی میریم زیر سوال. خیالتون راحت قربان، همه چی هماهنگه. اون دفعه هم همه چی هماهنگ بود که نقشت خود به مشکل و عتیق فروشی رو زدن. اون سری هم قربان ما فکر همه چی رو کرده بودیم، عملیات دو رفت. از کجا نمیدونم. به چیزی هم اعتراف کرده؟ نه قربان، این همش بازیه، خودش با یه جرم احمقانه گیر انداخته که ذهن ما رو مشغول کنه. داره به هم دستاش کمک میکنه راحت‌تر مواد رو جابجا کنه. سروان حیدر، جابجایی مواد یکی از کارهای این بانده، سرقت مسلحانه، آدم ربایی. بله قربان، بله بله میدونم قربان. خب نتیجه هیچی قربان، باید منتظر بمونیم. امیدوارم همه چی اونطور که تو میخوای پیش بره. قربان خیالتون راحت، اونا جز افتاده شدن راه دیگه ای ندارن. گوش کن سروان، برای این نقشت چند ماهی که داری زحمت میکشی، هر چقدر نیرو و امکانات خاصی در اختیارت گذاشتم، پس مراقب باش دوباره. بله بله قربان، چشم قربان، چشم. مراقب خودت باش، خداحافظ. سلامت باشی، خدا نگهدار. داد در نیدنه یه گوله میذارم توش کمت. چی شده؟ هیچی، خب یه فرو سمت را. آقا هر ده چی شمایی؟ چی شده؟ حرف زیاد دیرم زمار سمت راست میگم، یه گوله بزنم توش کمت. دو کلم با هم حرف بزنیم، شما فقط بلدی بگی یه گوله بزنم توش کمت. من بلدم. بجا منظورم این بود که فقط گوله رو بگم، من با هم حرف بزنیم، با هم مکالمه کنیم. رابیا حرف زیاد دیرم زمار رابیا سمت راست. بپی سمت راست. سمت راست، سمت راست. بیادشو
خدمت جون. سلام علیکم. سلام خیلی خسته. چه خبر؟ سلامتی. خیلی حواست خیلی جمع باشه. بیارش بیارش. سلام علیکم. با قردشین خیلی خودمونی شدی. معذرن از پسر. بینم آیا خوکو رو تابه هست. آداش سلام. سلام آیا خوکو. قربان برم آجو باشم. زنده باشم. سلام آیا خوکو. سلام. سلام جان. اینه؟ خود ناکسشه. ببینم پسر تو سروانی؟ چه فرق میکنه؟ آفرین باریکلا خوشم آمد. برای کسی که گرفتار میشه و قراره بمیره پس فرق نمیکنه چه سرهنگ باشه چه سرباز. اینجا فقط این انگشت ماشه هست که ارزش داره که آیا با این انگشت میشه ماشه رو شکون یا نه. دقیقا الان اینه که داریم میگین منظور تو مامنه؟ تو این جمعه ده 15 نفری که با تو میشن 15 و نصفی یه خطا کار میبینم. اونم تو هستی که دارم با صحبت میکنم. اصلا شما رو نمیشناسم. چطور میتونم در مورد شما خطایی کرده باشم؟ ای والله داری والله. تو ما رو نمیشناسی؟ ما همونهایم که الان چند وقت خودتو حبس کردی، زندان رفتی واسه اینکه اما یه سرنق بگیری. بعد میگی ما رو نمیشناسی؟ بهادر یک نقشه احمقانه کشید و اون این بود که 90 کیلو مواد رو تو کامیونی که تو قرار بود بیاری تهران جاسازی کرده بود. ولی مواد هنوز به تهران نرسیده. رسیده؟ نرسیده. پس اون موادی که از عتیقی فروشی دزدیدین چی بود؟ اون مواد محترقه بود. بدت نمک ندید. مسعود برو مواد رو بیار. پس رسیده. اینا چیه؟ ابله این آرده. آرد؟ به چشماتم خیلی میاد. آقا گفت نمک نریز. من از آقا یعقوب پول میگیرم که نمک بریزم. پس بریز. تو تهران من به جای 90 کیلو مواد 90 کیلو آرد تحویل گرفتم. مفهوم شد؟ حالا برگشتیم سر خط. چون فکر نمی کنم قضیه مواد و آرد به من ربطی داشته باشه. تنها کسی که چند ساعت با مواد تنها بوده تو بودی. یعنی فکر میکنی جای این دوتا رو من عوض کردم؟ دقیقاً. من نمیدونم چجوری باید بگم شما باور بکنی. اصلا از کجا باید میفهمیدم تو اون کامیون مواد هست؟ شاید همینا عوضش کرده باشم موقع جاسازی. کیا؟ همینا مثلا همین. این آقا اسم داره. اسمش اردشیره و برادر منه. خب حالا این برادرته. همون آقا ملوک. اون آقا ملوک اونجا همه کاره بود. چی میگی؟ مولود پسر یعقوب خانه. بابا ای بابا شما همه اینجا فامیلین؟ اینها همه رفقای منن. همه آره رفقا دیگه. همین رفقا خنجر میزنن از پشت دیگه. همینا بودن. سروان من به اندازه چشمم به اینا اعتماد دارم. 300 گرم 300 گرم جلوشون میذارم دست بهش نمیزنم. بله دست میزنیم با دماغ میکشیم بالا اینجوری. اینقدر حال میده سروان. شما دارین اشتباه میکنین. شما بذارید من یه ذره پرسجو کنم پیداش میکنم. از کی میخوای پرسجو کنی؟ از همین 10-12 نفر. از کدومشون میخوای شروع کنی؟ از میخوای همه شروع کنی؟ نه شما که. از من چی؟ آقا شما به امین اعتماد دارین؟ گفتم که به اندازه چشمم اعتماد دارم. من چجوری بگم شما باور کنین؟ شاید اصلا دار دسته بهادر برداشته باشن. دار دسته بهادر اینا همه که اینجان.
خب من دیگه عقلم به جای قد نمیده. نه به جای قد نمیده، جایی نمیرم، همینجا به جای قد نمیده عقلم. برای آخرین بار بهت میگم بسر، با پوست شیر بازی نکن. دوم شیر، هر جای شیر میخواد باشه، حتی یال شیر. ببین چی میگم، مواد منو کجا قایم کردی؟ موادشو بده. منم برای آخرین بار میگم، من به چیزی دست نزدم. اوه اوه، بدبخت شد. باور نکردی؟ ببری نه. باور نکردی؟ بابا داره نمیدونم چه باور نکردی؟ منم راستشو میگم. نه شاید اون آقا باور بابا، بابا یه دقیقه دستمو بدجور گرفتی آخه، صفر گرفتی. آقا داری اشتباه میکنین آقا، خیلی خوب دیگه، دیگه خیلی جدی گرفتین آقا. بعد دیگه داری میگم داری اشتباه شده هستی زن بهادره، بهادری مغزم کشی میکنی دیگه. تو بهادر بگو همش میخواد داری بهادره. بهادر کیه؟ ببین دست داری کجا؟ من به چیزی دست نزدم بابا. میخوانی چرا باور نمی کنی؟ نمی کنی اون بر تو هم دستم داره بری اون بهادر دفرده. اون بهادر میگه کجا؟ آقا خیلی حرف میزنه. بگیر اون بر، بگیر اون بر اینا. کمک بهت گفتم، کمک نخوا. ای کسی هم کمک بیاد، کمک من. من به چیزی دست نزدم بابا. میخوانی چرا باور نمی کنی؟ بگیر اون بر. خفشو کمک، خفشو کمک، خفه گل کمک بزنش. مامان ریختن با خیلی خوب. چرا وایسادی؟ برو اصلا من تو کشو بیار بودو. بجوم دیگه کمان چطوری؟ آه جناب سرما هیدر چطوره؟ خوبه سلام. تبریک خیلی متشکرم، تشکر. سلام تبریک متشکرم، تشکر. دفعه دیگه یه کمی به موقع تر بیا. دیگه به موقع نیومده بودم که الان اینجا نبودی. خسته نباشی. چشم. سلام. من به شما افتخار میکنم. ممنونم رئیس. حالا تو من که کاری نکردم. به موقعش به تو هم افتخار میکنم. ممنون قربان. از دفتر فرماندهی دعوتت کردم. برات درخواست ارشدیت کردم. مراسم امروز بعد از ظهرم به همین مناسبت. ممنون قربان. شیرینی مراسم من به عهده شماست. چشم جناب سرایی. البته ایشون درجهشو میگیرن، شما به ایشون افتخار میکنین، شیرینیش هم ما بگیریم. چشم. خب اگه اجازه بدین منم مرخص میشم، شیرینی هم خودم موقع اومدم میگیرم. به سلامت. با عزت. جناب سرایی، اگه برای ما هم تقاضای ارشدیت بکنید من ناراحت نمیشم. میدونم. میشناسم. به کارت برس. آقا موتوری، موتور پیدا شد؟ موتورم پیدا شد، غیر از اونم خیلی چیزای دیگه هم پیدا شد. برو جلو. چرا سرمان بشه شما به کارت برس. چشم سرمان. به به خوشتیب شدی. چی شد فکرات کردی؟ درباره اسم آدرس هم دستات. من هم دستی ندارم. شاید داشتی یادت نیست. شاید هم یادم رفته باشه. شاید هم من باید کمکت کنم که یادت بیاد. بد نیست. سرداری؟ Thank you.
خب من باید نیستم، من باید نیستم. سلام جاکتون، چرا دوار با هم بودیم؟ باز شبه چیم نشاختمش. برتو خلی با یاقوپان نیستم. برتو برتو حرف نزن، برتو این همه داری نشتو برو تو اینه. دیگه پا تو کفش بزرگتر را تکنی یا؟ برو تو جوجه قاشق چی؟